Moi, je suis, من حاضرم راه حل هایی پیدا کنم، یعنی راه حل هایی برای بازسازی عاجل دارم. Pour reconstruire rapidement maintenant 100 000 maisons, البته 100 هزار خانه یک مقدار زمان می‌خواهد. باید سریع عمل کرد. هر دو زلزله بسیار خطرناک بود و هر دو زلزله تلفات داشت. حدود 10 روز پیش شهر هرات شاهد زلزله های متواتر بود. 3 زلزله مهم شد، بعد از او زلزله های دیگه در پشت سر از او صورت گرفت. شهر هرات به خصوص مناطق نزدیک به زندهجان بسیار آسیب دیده. ما امروز به این موضوع میپردازیم با شما آقای شکیب شهابی که انجینیر ساختمانی هستین و از هرات با ما وصل هستین، و همچنان با آقای گی بوزاسیه که ایشان هم انجینیر ساختمانی است و از فرانسه با ما وصل است. اجازه بدین آقای شکیب شهابی، سوال اول از آقای گی بپرسم که آیا ای که پشت سر همینطور زلزله ها صورت بگیره جای تعجب است؟ چون حتی تعداد این زلزله ها باعث شده بود که بعضی مردم بدگمان شوند، بو این طبیعی نیست. پس لرزه های زلزله یک چیز طبیعی است. پس لرزه عبارت از جستجوی یک توازن جدید با قشر بیرونی زمین است، یعنی یک پدیده عادی است. معمولا پس لرزه ها نسبت به زمین لرزه اصلی ضعیف‌تر هستند. آقای شکیب شهابی، نظر شما چی است و همچنان برداشت مردم چی است؟ چی میگن در هرات مسئولین، دستندرکاران، کسانی که از مسائل واقف هستند و همچنان عام مردم در تعبیر این زلزله های پی در پی؟ با سلام خدمت شما، مهمان گرامی شما و تمام مخاطبین شما، و همچنان میخوایم از این فرصت استفاده کنم اگر ز تسلیت داشته باشم به تمام کسانی که از این مسئله آسیب دیدن. با توجه به آخرین زلزله‌ای که ما در تاریخچه زلزله‌ها در هرات داریم، در واقع در حدود 70 سال قبل بوده که در اثر از او یک از این منارهای مصلی هم فرو ریخته. در حافظه شفاهی مردم زلزله در هرات به فراموشی سپرده شده بود. طبعا وقتی که با مردم با زلزله مواجه شدند، یک نوع سراسیمگی و یک نوع آشفتگی در مردم به وجود آمد، در ذهن مردم به وجود آمد و زمینه را برای به وجود آمدن شایعات مثلا مساعد بکنه. در صورتی که متخصصین امر باور دارند که این زلزله طبیعی بود، یک پدیده طبیعی است، و طبعا هرات متاسفانه روی یک گسله به نام گسله هرات یا گسله هریرود هم از او نام میبرند واقع شده، و چنانچه که تا حالی حداقل معلوم میشه زلزله قابل پیش بینی نیست. یک موضوعی است که به میخاطر اگر وقوع زلزله رو مانده داریم بی که این زلزله شاید دیگه رخ نده، به میخاطر مردم هنوز این پدیده را، این مسئله که با مادر هضم نکردن، نتونستن که هضم کنن، با این موضوع هنوز کنار نیومدن و زمینه برای شایعات مختلف، مسائل گوناگون مساعد شد. آقای شهابی، زلزله‌های متعددی که با وجود آمد، فکر میکنم خطرناکترینش در آغاز بود و زلزله‌های بعدی، اگر لطف کنید یکم بگوین که با چی ترتیب صورت گرفتی زلزله‌های متعدد؟ زلزله که در روز نخست وقوع زلزله رخ داد و بعد از او زلزله دیگر رخ داد، هر دو زلزله بسیار خطرناک بود و هر دو زلزله تلفات داشت. باید. زلزله اول وقتی رخ داد که مردم در اکثرا در خانه بودند یا در مصروف قریه‌داری بودند، در قریه بودند، چون قریه ها اکثرا در مراکز زلزله واقع شده بود. وقتی که زلزله رخ میده یک مقدار خانه ها ویران میشه و مردم دیگه برای نجات بازمانده ها از زیر آوار یا خانه های نیمه شکسته هجوم میبرند، و در این اثنا زلزله دیگر رخ میده که منجر به بلند رفتن تلفات به صورت بسیار فاجعه بار شد. بعد از او زلزله‌های متفاوت پس لرزه هم مشاهده شد با درجات متفاوت، که البته این مسئله خیلی نرمال نیست، اما به این معنی نیست که طبیعی نباشه، کاملا طبیعی است. زلزله متفاوت رخ داد و این زلزله‌های متفاوت آسیب‌های جبران ناپذیری هم به ساختمان های شهر وارد کرد و همچنان به خانه های قریه ها و روستاها ها که از گل ساخته شده. اینجا در اروپا چه اخباره درباره زمین لرزه هرات پخش شد؟
On a eu des rédactionnels sur نوشته هایی داشتیم در روزنامه des هایی چون journaux لومان و comme Le فیگارو، Monde, Le Figaro. Donc ça a été un peu اما passé زیاد sous به آن پرداختن silence نشد به دلیل جنگ اوکراین، جنگ در اسرائیل. avec la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. Donc ce n'est pas la ça a été signalé خبر زمین لرزه اول پخش شد ولی به پس لرزه های آن چندان توجه نشد غیر از بعضی از روزنامه ها و اینترنت. من می خواهم بدانم اگر ممکن است آیا تعداد آسیب دیدگان برآورد شده است که چه تعداد بیخانه شدند و تعداد خانه هایی که تخریب شدند من جمله خانه های گلی. آقای شکیب شهابی، آیا بررسی دقیق شده که تعداد خانه هایی که خراب شده و تعداد مردمی که به خانمان شدند چقدر است؟ بررسی اولیه نشان میده که در حدود 1 میلیون نفر، بیش از 1 میلیون نفر از اثر زلزله متاثر شدند. اما چنانچه که من پیشتر اشاره کردم، به باور هم مسلکان ما در ساحه که یک بازدید داشتند و ما هم چنان که بازدید داشتیم از ساحه، خانه های گلی که وجود دیگه هم حتی شاید یک فصل لرزه دیگه هم نداشته باشه، بخصوص که فصل سرما فرا میرسه و ما بر فرض برای میگذاریم که تمامی روستاها که در شی تقریبا میتونیم بگیم که 50 کیلومتری این مرکز زلزله بودن، آسیب های بسیار بسیار جدی دیدن. اما احصایی بسیار دقیق هنوز معلوم نیست، چنانچه باز هم پیشتر اشاره کردم خانه های خود شهر هرات هم صدمات بسیار جدی دیده که نیازمند ای است که یک هیئت تثبیت خسارت تعیین شود که اینا کارشناسان علمی فن باشند، این تخصصشان ساختمان های آسیب دیده باشه، اینا بررسی بکنن که ما در اون وقت ما میتونیم که یک احصایی دقیق از ساختمان هایی که بسیار آسیب دیدن و دیگه قابل سکونت نیستن تا ساختمان هایی که کمتر آسیب دیدن اونا رو داشته باشیم. اما به صورت عموم بخصوص با فرارسیدن فصل سرما و برف و باران، ما تمام خانه های گلی که شکست های جدی برداشته و خانه ها هرچند شاید کاملا فرو نرخته باشه ره، اونا رو ما به عنوان خانه های غیر قابل سکونت و غیر ایمن برای سکونت در نظر می گیریم. بله، شما خودتون 1 میلیون یا بیش از 1 میلیون نفر متضرر را مطرح کردین که خب ما اگر فرض کنیم در خانواده های افغانستان بین 5 تا 10 نفر در هر خانواده می باشند، گپش میرش 100,000 تا 200,000 خانه که چپه شده باشه. بله بله بله. تعداد قربانیان چقدر تخمین زده شده است؟ آمار رسمی که منتشر میشه در حدود تا فعلنه آمار رسمی 1480 کشته است که اینا در همون 2 روز اول تلفات بوده، ولی ما تصور ما این است که بیشتر از 2000 کشته ما داشته باشیم. و چیزی که بیشتر ما اشاره کردیم، یک تفاوت است بین خانه‌ای که چپه شده و بین خانه‌ای که به شدت آسیب دیده. او دوتا رو ما با هم نباید که به اصطلاح خلط بکنیم و جمع بکنیم. اگر ما منظور ما در 100,000 خانه می باشه یا 200,000 خانه، ما گفتم در شوهای 50 کیلومتری تمام میشه ما غیر قابل سکونت در نظر میگیریم و از او به او طرف باید ارزیابی بشه، یا تثبیت خسارت باید ارزیابی بکنه. هنوز زود است که در قسمت ما از تو داشته. گمشدگانی هم شاید باشند. کسایی که گم شدن بله، سرنوشتشون معلوم نیست که زنده هستن یا نیستن. بله، در یک خانه چند نفر زندگی میکنند؟ چه مساحتی برای هر خانه لازم است؟ با توجه به فرهنگی که در افغانستان هست و اوسط خانواده ها بین 5 تا 12 نفر ما در نظر میگیریم، برای خانواده 5 نفری ما میتونیم که شلترهای 2 اتاق را در نظر میگیریم که در بین از او یک آشپزخانه است و او 2 اتاقی که است در حدود 1/3 و یکی هم 3/5، در مجموع 55 متر مربع برای خانواده 5 نفری زیر بنا ما در نظر میگیریم. اما میتونیم با استفاده از سیستم های ندولار که حتما جناب مهمان گرامی ما با او آشنایی دارند،
از او قابلیت به وجود بیاریم که اینها قابل انکشاف باشه بنا به پایین و بلند رفتن نفوس یک خانواده و نیازمندی یک خانواده که ما میتونیم اتاقهای دیگر به این سیستم اضافه کنیم. مسئله دیگر انواع خانه هاست که آیا سقف صاف دارن و آیا یک طبقه است یا بیشتر. در مورد نوع ساختمان هایی که چپه شده و به صورت اون خانه هایی که در هرات وجود داره یکم میگم اگر لطف کنید معلومات بدین خانه های با چی ساخته شده و سقفش به چی ترتیب است و آیا یک طبقه است یا دو طبقه و سه طبقه هم میتونه باشه. از لحاظ تشکیل مواد ساختمانی جای ساختمان ها از مواد پخته و کانکریت ساخته شده یا یکی از گل ساخته شده. معمولا در اطراف خانه ها از گل ساخته شده و سقفشان بنابه مو مسائل اقلیمی که اینجا ایجاب میکنه گنبدی بوده و ساختمان ها گلی است. بسیار به ندرت اتفاق میفته که یک ساختمان گلی دو طبقه باشه. اما آنچه که مربوط به ساختمان های هرات میشه، ساختمان های هرات معمولا پخته در نظر گرفته میشه، اکثرا سیستم RCC یا استفاده تیخ گل و کانکریت دارن و از دو طبقه تا پنج طبقه معمول است. خب بیشتر از پنج طبقه هم وجود داره، خب اونا نمیشه که عمومیت داد. بین بله. دو طبقه تا پنج طبقه عمومیت داره. دیوارها آقای شهابی بیشتر خشت خام است؟ از چی مواد استفاده شده؟ کاغل است، خشت خام است یا پخسایی است یا به چی ترتیب؟ در قریه ها منظورتان هست؟ بله 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 بله. در قریه ها به طور معمول دو نوع دیوار داریم ما در هرات به طور معمول، یا خشت خام است یا که ما به اصطلاح گل میگیم، گل دای میگن اینجا، یا مو پخسه که فکر کنم در استفاده میشه. بله دو نوع است. خب آقای شهابی سوال همی بود که با در نظر داشتی که فعلا در افغانستان طالبان در رأس امور قرار دارند و روابط طالبان با کشورهای غربی زیاد خوب نیست، برخورد چطور بود با این زلزله؟ آیا مراجع مختلف در سطح مملکت و خارج تانستن؟ آیا مراجع مختلف در سطح مملکت و خارج موفق شدن بپردازند به این همونطور که لازم بود به این زلزله؟ متاسفانه وقوع زلزله باعث با حادثه غزه مصادف شد و زلزله هرات تحت شعاع او موضوع قرار گرفت و همچنان قبلا هم بالاخره افغانستان بنا به شرایط سیاسی که داره به نحو از توجه جهان افتاده. موضوعی که اول پیش آمد در روز اول وقتی که زلزله شد، به خود هرات، خود شهر هرات، مردم کم دیرتر خبر شدن که چقدر خسارت وارد شده، چون شدت خسارت و شدت حادثه به حدی بود که به خصوص همون 10 قریه که در روی مرکز زلزله اول قرار داشتن که به کلی نابود شده بودن، سیستم وجود نداشت که اطلاع رسانی شود. چند ساعت طول کشید تا این خبر به شهر هرات رسید و سیستمایی که در هرات وجود داره، سیستم صحی با همون ظرفیتی که داشت اقدام کرد. اما تلفات و خسارت به مراتب بیشتر از ظرفیت سیستم صحی و سیستم‌های اداره بحران در شهر هرات است که البته اونها هم به حال نزع هستند، به حالت نیمه جان هستند، نیازمند حمایت های بسیار جدی هستند این سیستم ها و هیچ توانایی در برابر این بحران ندارند. مردم شهر خودشان تا جایی که من مشاهده کردم، به خصوص در همون 48 ساعت اول که بسیار حیاتی هست به خاطر مسائل مطرح میکنیم که امداد و نجات است، مردم شهر بدون از اینکه در این قسمت تخصص داشته باشند، مسلکشان باشه، به خاطر نجات او قریه ها شتافتن به او مناطق
و متاسفانه که اکثر افرادی که از زیر آوار بیرون کردن اونها تلف شده بودن، کشته شده بودن و بله. تماما تا 48 ساعت و 72 ساعت اول غالب کمک ها و تلاش ها از طرف مردم شهر بود که به او سمت شتافته بودن. یک حادثه هم که شنیدم آقای شکیب شهابی ای بود که برای یک تعداد از مردم خیمه توزیع شده بود و باد یک مقدار خیمه ها را باد برد، یعنی مردمان بودند که یک بار خانهشان توسط زلزله چپه شده بود و باز با هزار بدبختی به یک خیمه رسیده بودند و خیمه را هم باد برد، یعنی اینطور صحنه های بسیار دلانگیز دلخراش هم وجود داشت. بله صحنه های دلخراش از روز اول که آسیب دیده ها را به شفاخانه آوردن، بسیار وقتی که من تصور میکنم و به خاطر میارم و صحنه عاطفم بسیار تحریک میشه. بله همچنان که او مسائل دیدیم، مسائل دیگه هم بود، چون کمک ها از طرف مردم زیاد بود، مردم یک جا میرفتن میدیدن که زیاد آسیب دیده، به همدیگه خبر میدادن که فلان قریه آسیب دیده، اما یک قریه دیگر از نظر میافتاد، کدام انسجام و مدیریت در اوضاع نبود و این بیشتر باعث رنج. می توانیم نتیجه گیری کنیم که با در نظر داشت اوضاع چه می توان کرد؟ من حاضرم راه حل هایی پیدا کنم، یعنی راه حل هایی برای بازسازی عاجل دارم. البته 100,000 خانه یک مقدار زمان می خواهد، باید سریع عمل کرد. زمستان نزدیک می شود و در همون حالت سال 2005 پاکستان قرار می گیریم که در آن برای 3 میلیون آسیب دیده باید در طی 2 ماه خانه ساخته می شود. من یک طرح بازسازی بسیار سریع دارم که در باره آن باید بیشتر با آقای شهابی صحبت کنم. با طرحی بر اساس میکروگاویون، تکنولوژی که من بالای آن کار کردم. این یک طرح جدید است برای کشورهایی که در آن از خام و از کامل به مواد طبیعی دیگر استفاده می شود. Donc je peux lui faire une proposition si il y a une volonté d'organiser la reconstruction autour de ce type de solution. C'est une technologie qui est très bien. و همچنین که زده زلزله هم است. میکروگابیون زده زلزله است. بله در برابر زمین لرزه مقاومت دارد. ساختمان با سنگ ساخته می شود و توسط کاهیل مستحکم می گردد و می تواند به سادگی راه اندازی شود اگر خاک یا سنگ در دسترس باشد. آقای شهابی ایشان میگن که تکنیکایی داره که میتونه با سرعت خانه ساخته شود و البته خب 100,000 خانه سخت است ولی وقت میخواد، ولی بازم با در نظر داشت سرعت عملی که لازم است چون زمستان در پیش است و زود باید خانه ساخته شود، ایره با زلزله پاکستان در سال 2005 مقایسه کرد که دوران هم مردم های زیاد آسیب دیده بودند، در هر صورت میخواد با شما در تماس باشه و این تکنیک گابیون را که عکسش بر شما فرستاده بودم احیانا تشریح کنه و در صورتی که مراجع در افغانستان در صورتی که مراجع باشه با او مراجع وارد تماس شوند و احیانا وارد عمل شوند. و حرف آخر با شما آقای شکیب شهابی، اگر خلاصه بگوین در یک دقیقه و برنامه رو به پایان برسونیم. بسیار تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. من چند خواهش دیگه هم دارم، امیدوارم که به گوش مسئولین رسانده شود یا کسانی که علاقه دارند، دغدغه فرهنگی دارند. بناهای باستانی هرات آسیب جدی دیده. بله. ساختمانهای شهر هرات آسیب دیده. ساختمانهای روستایی آسیب دیده. ما نیازمند از هستیم که بناهای تاریخی ما مرمت شوه، ساختمانهای شهر ارزیابی شوه و اونایی که خطرناک است تشخیص شوه و ضمن از اینکه خانه‌های روستایی ما ساخته میشه، بافت روستایی ما هم احیا شوه، روستاهای ما از بین نروه و لایف استایل مردم یا سبک زندگی مردم تحت تاثیر نقشه هایی که از چارتو میه و مثلا برای از اینکه قریه ها ساخته شود، خانه ها ساخته شود، تحت تاثیر زود قرار نگیرد.
یک جهان تشکر آقای شکیب شهابی انجینیر ساختمانی از هرات و بسیار تشکر مرسی بوکو گی بوزاسی انجینیر ساختمانی از فرانسه.